وقتی تو هتل پیداشون نکردم رفتم خونه مادر اوز. اون از هیچی خبر نداشت. یامانو گرفتم. نمیدونست. اگرم بدونن مگه میگن کسافتا. رفتن. غیب شدن. اما پیداشون میکنم بابا. نگران نباش. پیداشون کنی که چی بشه؟ چطوری باید با این اتفاقات کنار بیایم؟ چطوری از این برزخ نجات پیدا کنیم؟ تو بهتم، تو شکم پسرم، باورم نمیشه. این ما هستیم، انگار واسه ما اتفاق نیفتاده. فکرت وقتی نامزدیشو به هم زد بخچشو پس فرستادیم، گفتیم شما به خانواده ما نمیخورین. کمال خانم وقتی نامزدی و پس داد در است همینو میخواست بگه. بابا جون، یه پدر جز یه اسم و رسم خوب برای بچه هاش چی میتونه باقی بذاره؟ یه زندگی آبرومندانه. من همه عمرمو برای این تلاش کردم، سعی کردم از خانوادم مراقبت کنم. واسه یه چی نشد؟ چرا موفق نشدم شوکت؟ این دختر من بود، دختر من با شوهر خواهرش. شوکت، من کجا اشتباه کردم؟ لیلا به زور یکم غذا خورد، الان برای شما هم غذا حاضر میکنم، با هم میخوریم. سوپ گرم واسهتون خوبه. کجا میری بابا؟ یه سر به لیلا بزنم. خدا به هممون کمک کنه. چطوری عزیزم؟ داروهاشو نمیخوره شوکت. میدونی که چقدر دکتر تاکید کرد، اصلا گوش نمیده. بابا جون، شاید اگه شما بگین. دست از سرم بردار، برو. ساکت شین، تو دلتون حرف نزنی. خاک بر سرم شد. تو دلتون حرف میزنین اما من صداتونو میشنوم. تقصیر اوزه مگه نه بابا؟ بابا تقصیر اوزه. میگی من که گفته بودم. ده بگو دیگه، تو هم بگو آبجی، بگو. میدونم دلت خنک شده لیلا. ما اصلا از اتفاقایی که برات افتاده خوشحال نیستیم، هیچ کدوممون. هرچی هم ازت ناراحت باشیم، طاقت این حالتو ندارم. نمیتونم تو رو اینجوری ببینم.
آروم باش دخترم، بعدن مریض میشی. مامان واسه مهربانی با من دیگه خیلی دیره، واسه دیگه راحتم بذار. واسه همون موقع که ازت کمک خواستم تنهام گذاشتی، الانم تنهام بذار. اعصابش خرابه از اونه. میخواستم برگردم پیشتون، گفتی نمیشه، گفتی فقط با کفم برگرد. به فکر حرف مردم بودی اما به فکر من نبودی. هرچند مگه به خاطر حرف مردم شوهرم ندادی؟ میخوام بخوابم. واقعا زده به سرش، همش میخواد ما رو مقصر کنه. انگار اون نبود رفت حامله شد، بعدم مجبور شد ازدواج کنه. همه چیه چقدر زود فراموش میکنن. آره من میرم پیش نایر خانم. منم میام کمک. گفته بودی به زودی طوفان برپا میشه، چه میدونستی فکرت؟ کارای نجلا رو میدیدم. این کار از کی شروع شده بود؟ نمیدونم، کاریه که شده بابا، نیاز نیست بیشتر از این کنکاش کنی. بابا همه کاسه کوزه ها سر ما شکست، میبینی؟ فکرت دیگه پنهون کاری نداریم. هرکی هرچی میدونه باید بگه. تو این خونه نباید چیزی پنهون بمونه. نباید حرف توی خونم و از مردم محله بشنوم. شماها میدونستین نه؟ همه تون اینو میدونستین نه؟ آره فرخونده؟ من از مامان شنیدم، اونا رو تو حیات دیده بود. چی دیدی؟ بگو! داشتن همدیگر رو میبوسیدن. اوز و نجلا رو موقعی بوسیدن دیده بود. چی؟ در اصل اوز قبلن دوست پسر نجلا بود، بعد لیلا رو از را به در کرد، اما وقتی لیلا حامل شد فرخونده اوز رو تهدیدش کرد و به زور ازدواج کردن. به خاطر تو بابا، اوز هیچ وقت لیلا رو دوست نداشت، فقط با پول دهنشو بست و ساکت نگهش داشت. نجلا جمو از لجه خواهرش انتخاب کرد واسه اینکه برای تو خود شیرینی کنه، اما اوز رو دوست داشت. با خواهرش جنگید، با مادرش جنگید و حتی با من تا اینطوری شد. چرا با من نگفتین؟ من سعی کردم بهت بگم بابا. واسه چی به من نگفتی فکرت؟ واسه چی؟ تو میدونستی؟ تو هم؟ تو چرا سکوت کردی فکرت؟ چرا وقتی همه سکوت کرده بودن تو چیزی نگفتی؟ چرا جریانو نگفتی؟ این بیشرفا چطور این کارو کرده؟ چطوری منو نابود کرده؟ من سعی کردم بهت بگم. دست درد نکنه بابا جون. دیگه با من حرف نزن. تا به امروز سکوت کردی، الانم خفه شو. دیگه حرف نزن. حداقل به من میگفتین هممون مقصریم. هممون. یینه گینه روزا
آرومتر آیشه جون. آبجی شوکت، چرا اینجایی؟ یکم هوا میخورم. باشه، منم آیشه رو آوردم. خواب خواب بود، وقتی بیدار شد دوباره بهونه خواهرشو گرفت. بهونه نگیر دخترم، آبجیت خوابیده. میخوام ببینمش، از دم در فقط میبینمش. وای میگم خوابیده دخترم، بهونه نگیر دیگه. آیشه جون بیا اینجا لطفاً عزیزم، یکم در کن، مثل بچه ها نباش، دختر خوبی باش. آخه میخوام آبجیمو ببینم. ای بابا. باشه، فردا صبح میبینیش، بعد از این دیگه پیش ماست. راست میگی؟ دوست داری تو اتاق ما بخوابی؟ میخوای؟ برات ما تیکن میزنم. این بازی. بیا بریم. شب بخیر. انگار همه دردای دنیا تو سینم. مگه آسونه؟ میخوای یکم شونهاتو ماساژ بدم؟ خیلی اذیتت کرد. دیگه گذشت. فکر میکنی شرمندت نیستم، اما واقعا شرمندت. تو رو خدا اینجوری نگو، دیگه تموم شد رفت، من همه چی رو فراموش کردم. چی شده دختر؟ شوکت تو حیاته. خب چی شده؟ صدف آیشه رو آورده، حتما اونم تو حیاته. ما دیگه بریم، قبلش یه سر به فکرت بزنم. تو بشین. نیا. چی شده؟ آیشه رو آوردم. میدونم. باز شروع نکن فرخونده، تو رو خدا شروع نکن. شب بخیر. به خودت مسلط باش دخترم. ببین همشون ناراحتن، تو هم قوی باش، بهشون برس، وگرنه کی اینا رو جمع جور کنه؟ دیگه دلم نمیخواد واسه کسی کاری کنم، دیدی که فقط من مقصر شدم. از بابات ناراحت نشو فکرت، اون فقط واسه تو ناز میکنه. تو هم مثل دختر خودمی، بنده خدا درد کمی نداره که، به خدا آسون نیست. اونم میدونه چی شده اما نمیتونه قبول کنه. سخته عزیزم، خیلی سخته. الان وقتش نیست، اما داداش تحسین زنگ زد، گفت فردا میاد که کارا رو انجام بدین. من زنگ میزنم بهش میگم که چی به چی شده. چی کار کنیم؟ قسمت نبوده دیگه. نه زنگ نزن، بذار بیاد. اینو ببینا، عصر یه چیز دیگه میگفتی. خودت که گفتی بعد این همه چی خیلی برامون سخت میشه، همش میخوایم بزنیم تو سر هم. ببین خوب فکر کن، واقعا میخوای؟ واقعا میخوام آبجی نگیر، از اینا، از این خونه میخوام زودتر خلاص شم. باشه هر جور که بخوای. خب دیگه عزیزم شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. پرش کن. چشم قربان. چیزی از مغازه نمیخوای؟ ببین این هتل مثل اون یکی نیست، گرسنت بشه هیچی نیست. گرسنم نیست.
موبایلت داره زنگ میخوره. خیر ایشالله این وقت شب. نجلاست. وای. الو صدف، نجلا تو چی کار کردی؟ خبر داری؟ فهمیدی؟ بده من ببینم. باورم نمیشه نجلا چطوری این کارو کردی؟ مامانم اینا رو دیدی؟ حالشون چطوره؟ میخوای چطور باشن؟ لیلا نابود شده، بردنش بیمارستان، میدونستی؟ تو با چه روی اینجا زنگ زدی؟ مامانت اینا رو نابود کردی، داغونشون کردی. میخوای باباتو بکشی هان؟ بنده خداها گناه دارن، زشت نیست هان؟ خاله نیه. ساکت، بیادم. چه خفتی به بار آوردی؟ تو اصلا وجدان نداری دختر؟ چطوری این کارو با خواهرت کردی؟ دختره بی حیا، توف برود بیاد. بی آبرو. خاله نیرما، خدا جفتتونو به زمین گرم بزنه. بی شرفا، خائنای بی وجدان. مامان بسه بسه. ببین پررو زنگ زده اینجا، بی حیای دریده. ببین چطوری دست و پام داره میلرزه. ببین خیلی ممنون. به سلامت. باز چی شده؟ من دیگه به جز تو کسی رو ندارم، هیچ کس رو ندارم. خدا نصیبه هیچ کس نکنه، اصلا همچی چیزی به فکرم هم نمیرسید. خدا رحم کنه. اصلا به فکرت میرسید؟ بیشتر واسه آقای بخشدار ناراحتم. سخته، بنده خدا چند روز از خجالتش بیرون نمیاد. چطوری بیاد؟
علیرضا خان که اینقدر مرد ناموس پرستی هم هست، دخترش با شوهر خواهرش فرار کرده. وای 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 این چه دنیای کثیفیه. آروم اینجوری حرف نزن، زشته بابا. کنسول همه دارن در موردش حرف میزنن، مردم حرف دیگه‌ای ندارن که. ببین برای همشون خیلی سخته. آخه اینا چه گناهی دارن؟ آدم های صاف و ساده ای هم. به خدا خیلی ناراحت. اگه یه وقت فکر بد نمی کردن می رفتم با آقای بخشدار سر می زدم. اما نمیشه. چی بگم؟ بگم بلا دور باشه؟ خدا همچین چیزی نصیبه ایش کس نکنه. آمین. پسرم یه چای تازه بیار. روز شراب بخوری؟ وام اگه چی؟ با یه گیلاس که چیزیت نمیشه. تازه قرار نیست من رانندگی کنم، راننده دارم. وای اونم هرسمو در میاره. اما تا گواهینامه‌مو بگیرم باید تحمل کنم، بعدش دیگه خودم ماشینو میرونم. تموم شد؟ فروختیش؟ تموم شد. چند میدونه رو بردار. تا فرودگاه چقدر راه داریم برسیم؟ با ترافیک و این چیزا 40 دقیقه. دیرمون که نمیشه، از پرواز جا نمیمونی؟ نگران نباش، خیلی وقت داریم. خیلی دلم شور میزنه اوز. آروم باش عزیزم، دیگه چیزی نمونده، داریم میریم. آره، بالاخره داریم میریم. تاکسی. قلوب بخوردی که دخترم. لیلا جون عزیزم، درست حسابی غذا نخوردی، لااقل شیرتو بخور. دخترم ضعیف میشی، بخور دیگه عزیزم. بیا دیگه لیلا. بیا عزیزم. منم داشتم می اومدم دنبالت، تحسین منتظرته. باشه منو ببین. تو رو خدا اگه پشیمون شدی بگو، اینجوری نمیشه. نه پشیمون نیستم، بریم. فکرت
تو رو خدا بگو. تحسین منطقیه، بهش یه جوری میگیم. نه بریم دیگه. ما اومدیم. خوش اومدین. سلام. بریم؟ آره دیگه وقتشه. بریم. بریم بفرمایین. برو عزیزم برو. بفرم. خیلی ممنون. چی شده؟ میخوای بری تعطیلات؟ همینطوری نگاه میکنم. الو سلام، من منشی اوز آیهان هستم. میخواستم بپرسم که پرواز تاخیر نداره؟ بلیط دست خودشونم و من میخواستم ماشین بفرستم. چند؟ ببخشین از کدوم ترمینال میره؟ خیلی ممنون. بفرمایید. یامان خان، خبرهای فوق‌العاده‌ای دارم. بگو ببینم. بهم گفته بودین حواسم به حسابای عضو باشه، دیروز همه رو بسته، واسه امروز هم پرواز داره. بلیتش هم خریده. عجب، فهمیدم. داری میره آلمان؟ آره، اینجور که گفتن باید ساعت 11 توی فرودگاه باشن. به نظرم تنها هم نمیرن. خب همین دیگه، خدافظ. شرکت داره در میره. ما کارمون رو انجام دادیم. پرواز ساعت چنده؟ 11. باشه میرسیم. بابا جون لطفاً اینا رو قبول کن. این چیه دخترم؟ پول یکی از فروش کارام گرفتم. خیلی زیاد نیست اما اصلا. واسه چی بابا؟ این که فقط مشکل تو نیست، مشکل همه ماست. واسه چی میخوای تنهایی حلش کنی؟ من پدرم. منم دختر تو هم. دارم کار میکنم، پول در میارم. اگه به دردت بخوره خوشحال میشم. ناراحتیت مرام ناراحت میکنه. لطفاً قبول کن. تو همه یه پولتو واسه ما خرج کردی. لطفاً قبول کن بابا جون. اگه نگیری منم ناراحت میشم. باشه، به عنوان قرض قبول میکنم. به عنوان قرض قبول میکنم. شما مثل اونا فکر میکنی،
مثل فرخونده، مثل مامان. واقعا که چون ازدواج نکردم نمیخوام نجلا خوشبخت بشه. آره بابا، من اینقدر بدجنسم؟ وقتی که لیلا ازدواج کرد ازم پرسیدی که تو چرا منو ول نکردی بری؟ چون دوستتون داشتم، چون به خانوادم اهمیت میدادم. اما شما چرا به هم اهمیت نمیدین؟ چرا فکر میکنین من حسودی میکنم؟ فکرت دخترم اشتباه میکنی. چیزی که باید میفهمیدم و فهمیدم اون کسی که چیزی نمیدونه فقط شمایی. علی رضا جون، تو رو خدا رو تو ازم بر نگردون. چند روزه با هم حرف نزدی. میدونم از دستم ناراحتی، اما نمیتونستم بهت بگم. چطوری میگفتم ها؟ فکرتم بهم نگفت. حق داشته. من اصلا حواسم به دور اطرافم نبود. اون گفت به زودی طوفانی به پا میشه. گفت در این خونه رو واسه دشمن باز کردی. اون خواست چشامو باز کنه اما نفهمیدم. وقتی همتون سکوت کرده بودین اون حرف زد. من نفهمید. شما میخواین ازدواج کنی؟ بله. از این طرف لطفا بفرمه. آخه پسرم حداقل یه گل میگرفتی. اصلا به فکرم نرسید. خیلی خوب دیگه، بیا بریم. از این طرف باید بریم. شما اون طرف میز بشین. چشم. شما هم اینجا. اون یکی شاهد کجاست؟ شاهد دیگه ای نداریم. نمیشه که. نمیشه خودتون شاهد بشین؟ کسی رو ندارید که بیاد؟ پاسپورتتون لطفا. بفرمایید، سفرتون بخیر. خیلی ممنون. بیا بریم. نجلا داداش، چه صحبت ها شما؟ داداش نکن، کمک کنی. شوکت داداش، نمیخوام بزنم ات. باید چه پار رو داداش مرسی که بیشترم. بلش که دور خود دست سرمون بردار، من دوستش دارم، میفهمی؟ دوستش دارم. کمک کنی، یکی کمک کنی. بلش که
بلش کن بلش کن بلش کن برین بیرون کن یک کنار بلش کن بیا برو بیرون یک کنار کشمت میکشمت بیرون بلش کن سرم برداری دیگه تو بالم نیایی هشتی رو میشی رو برو رو بدبخت میشی بدبخت بیا دیگه تو بس شدی برم کنی بابا برم کنی بیا بیرون اون خواهرمه بابا خواهرمه سرکار خانم نام به نام خانوادگی فکرت تکین اونجاست میخواد بره آلمان باشه ما حلش میکنیم اسمش چی بود؟ اوزایهان کت سیاه پوشیده باشه شما اینجا وایسی اوزایهان خانم فکرت تکین آقای تحسین بایسو رو با اراده و تصمیم خودتون و بدون اجبار کسی به عنوان همسر خودتان میپذیرید؟ خانم فکرت تکین آقای تحسین بایسو رو با اراده و تصمیم خودتون و بدون اجبار کسی به عنوان همسر خودتان میپذیرید؟ بله آقای تحسین بایسو شما خانم فکرت تکین رو با اراده و تصمیم خودتون و بدون اجبار کسی به عنوان همسرتون میپذیرید؟ بله شما هم شاهد عقد هستید؟ بله به دفتر ازدواج ما اومدین و درخواست ثبت ازدواج کردین و اینو در حضور شهودم اعلام و امضا کردین منم مطابق با مدارک ثبت شده و قانون شما رو زن و شوهر اعلام میکنم بهتون تبریک میگم و آرزوی خوشبختی دارم تبریک میگم خیلی ممنون ممنونم ایشالله به سلامتی مبارک ممنون. باشه ممنونم مبارک باشه فکرت جون ایشالله که خدا به پای هم پیرتون کنه ای بابا آبجی نیار این کارا چیه تو رو خدا مگه میشه مثلا تو عروسی بیا بذارش تو کیفت لطفاً
به تو هم تبریک بگم. بیا خدا خوشبختتون کنه. ممنونم. خب دیگه اونو بذار تو کیفت تا بریم. بریم. از شما شکایت شده، باید با ما بیاین اداره پلیس. بریم. دارین چی کار میکنی؟ آخه چی شده؟ کی ازم شکایت کرده؟ تو اداره معلوم میشه. ما پرواز داریم، نمیشه، باید شما بریم. میتونین بریم خانوم. آز یه دقیقه ولم کنین ببینم. رتوارا ولم کنین. آز رایا مشکل درست کن. ولم کنین. دستشو بگیر. مبارک باشه. مبارک باشه. به پای هم دیگه تیم بشید. مبارک باشه. خوش اومدید. تبریک میگم. مبارک باشه. خب حالا چی کار کنیم؟ کجا میریم؟ من باید زودتر برگردم. مجبورم. بچه ها تنهان منتظرم. وای آره تفلکی ها. وسایلتون رو چطوری ببریم؟ یکی از دوستام کامیون داره اگه بخواییم. من وسیله ای ندارم. خب پس اینطوری یعنی فردا میای؟ میام. من شماره تلفنمو بهتون میدم. از آبجی نیر میگیرم. من دارم بهش میدم. وقتی راه افتادین خبر بدین. میام دنبالتون. باشه. خب پس من دیگه برم. برم که زودتر برسم. میبینمتون. برای همه چی ممنونم. خواهش میکنم. بازم بهت تبریک میگم. روز بخیر. خداحافظ. بچه ها رو ببوس. باشه. بریم فکرت. فکرت عزیزم. ای خدا، وای تو رو خدا، نکن این کارو فکرم، دلم رو ریش نکن. بیا بریم، میریم یه جا میشینیم یکم دلمون باز بشه. بیا بریم عزیزم. بیا عزیزم. حالت خوبه؟ ای خدا همش تقصیر منه عزیزم. دخترم چقدر خوشگلی. خدایا چشمای خوشگلشو ببین، مثل آهو میمونه، مثل شعر لیلا. آهوی زیبای چشم اصلی دشت سبز، تو دشت عشق دامی گذاشتن براش. اشکی که از چشمش میریزه از آه دردیه که میکشه. لیلا آهوی زیبای چشم اصلی دشت سبز.
متشکرم. چی شده پسرم؟ تو چت شده؟ شوکت. آخه این چه حالیه پسرم؟ فرار کردن. دارن میرن خارج از کشور. تو از کجا میدونی؟ دنبالشون تا فرودگاه هم رفتم. میخواستم اون مرتیکه رو بکشم. اگه از دستم نمیگرفتنش میکشتمش. اما نذاشتن. نتونستم حالشو بگیرم. از کجا فهمیدی میخوان برن؟ تعقیبشون کردی؟ حالا از هر جا که فهمیده باشم چه فرقی کرده؟ مگه تونستم جلوشون رو بگیرم؟ آروم باش شوکت. مرسی که بیشرف همه ای ما رو بازی داد. حقیقت همینه. اون نجلا رو بگو، خودش رو سپر بلای اون کرد. تو روی ماها وایستاد، گفت بلم کنی. بهش گفتم نجلا احمق، بازی در نیاز. ساکت شو دیگه، دیگه اسمشو نیار، نمیخوام بشنوم. بابا دیگه اسمشو نشنوم. دیگه هیچکی حق نداره اسمشو بیاره، فهمیدین؟ من دیگه همچه دختری ندارم، دیگه ندارم. برام مرد، مرد. بابا جون تو رو خدا بس علی رضا، دیگه نمیخوامش، نمیخوامش. ازش بریدم، شما هم ازش میبری. نمیخوام هیچ کدوم از این لوازمش تو خونه باشه. دیگه نمیخوام این عکس ها رو ببینم. بابا نمیخوام ببینم. بابا لطفا نمیخوام ببینم. میشکنم، نمیخوام ببینم. علی رضا نمیخوام. نکن بابا جون، نکنی کارو. نمیخوام ببینم. بابا آروم باش. نمیخوام وسایلشون رو اینجا ببینم. نمیخوام ببینم. نمیخوام ببینم. نمیخوام اینا رو ببینم. بابا جون. بابا خیلی خوب. بابا تو رو خدا آروم باش. نمیخوام. نه برم خور. خیلی خوب، گفتم خیلی خوب. شوکت لیلا، اینجا نشین، برو بالا. نترس، چیزی نیست. بیا با هم بریم بالا. ها میخوام برم پیش بابا. ولش کن، بذار بر. ماما میرم جارو رو بیارم. کجا رفتن؟ کدوم کشور؟
رفتن آلمان. تو از کجا فهمیدی میخوان برن؟ من دورشتش رو با این جمع میکنم، یکی تونم برین جارو برخی بیار. شوکت برو بیار. الو یمان خان. سلام فرخنده، چه خبر؟ خبرای بدی شنیدم. اوز رفته خارج. میخواست بره اما نتونست. رفته آلمان. اونجایی نرفته فرخنده، نگران نباش. متوجه نشدم. الان تو اداره پلیس داره اقرارنامه می‌نویسه. اوا؟ چرا تعجب کردی؟ مگه خلاص شدن از دست من راحته؟ والا همینطوره. خب دیگه روزتون بخیر. هفته پیش وقت گرفته بودم، زنگ زدم کنسلش کنم. من برم به مامان کمک کنم. ببخشید. بفرمایید. آقای اوزکی میان. وقتی بازجوییش تموم بشه. جرمش چیه؟ زندانیش میکنی؟ آروم باشین، بفرمایید بشینید. خواهش میکنم سرکار، اونجا چه خبره؟ منتظر باشین. اوز چی شده؟ جریان چیه؟ بیا از اینجا بریم. جرمه چی بوده اوز؟ کار یامانه، شکایت کرده که اختلاس کردم. چی؟ خب چی کار کردی؟ ازم شکایت کرده، ادعا کرده که از شرکتش اختلاس کردم. قرار دادگاه تشکیل بدم. اون مرده که تو فرودگاه با پلیسا اومده بود وکیل یامان بود. اونم اینجا بود، تو که تو اتاق بودی با موبایلش حرف زد و رفت، داشته گزارش میداده دیگه. یامان حساب این کارشو پس میده، بی جواب نمیمونه، ولش نمیکنم. پروازمون پرید، بارامون چی میشه حالا؟ تحویل داده بودی؟ با شرکت هواپیمایی صحبت میکنم که برشون گردونه. خب بره اونجا نگرش دارن، بالاخره که میخوایم بریم ها؟ اوز، واسه امروز دیگه بلیت نیست؟ نجلا، بلیت نیست. نه واسه امروز، نه فردا، نه یه روز دیگه، نیست. باید تا روز دادگاه صبر کنم. تا تکلیف این دادگاه معلوم نشه من ممنوع الخروجم. اما برای چی آخه؟ خب واسه این که فرار نکنم و نتیجه به ضررشون نشه، برام مراقب گذاشتن. خب حالا باید چی کار کنیم؟ فعلا بریم یه هتل، بعدن یه فکری میکنیم. یه چای دیگه میخوای بگیرم؟ من نمیخوام، اگه شما میخوای بگیر. نه نه، واسه منم بسه، زیاد خوردم. تحسینم دیگه باید الان تو راه باشه. آره. تو هم میخوای با اتوبوس تا اونجا بری؟ نمیدونم، احتمالاً. قطار میرم. با قطار میری؟ با اتوبوس که زودتر میرسی. باشه، هر چقدر دیرتر برسی همونقدر بهتره. نه یه ساعت زودتر و دیرتر چه فرقی میکنه؟ آخ فکرت، ما چی کار کردیم؟ من چی کار کردم عزیزم؟ آخه من واسه چی اینو بهت گفتم؟ وای خاک بر سر من، تا وقتی تو امضا نکرده بودی نفهمیده بودم. وقتی نشستی اونجا اونطوری گرد. تو رو خدا ناراحت نشو، من اصلا ناراحت نیستم. باید اونطوری دلمو خالی میکردم، دردمو با گریه ریختم دور، گریه کردم و همشون تموم شدن. الان دیگه خالیم،
خودتو سرزنش نکن آبجی نایر. ایشالله که خیلی خوشبخت میشی، وگرنه من خودمو هیچ وقت نمیبخشم. اه حالتو شروع کردی؟ دلم برات خیلی تنگ میشه. منم دلم برای تو صدف تنگ میشه. به بابات چطوری میخوای بگی؟ نمیدونم، اما وقتی بهش فکر میکنم میبینم خیلی سخته. بریم دیگه. هر جور راحتی. وایسا ببینم. آه خیلی زشته. پسرم یه لحظه بیا. بیا تو. خیلی کوچیکه. معلوم نیست چی میشه، باید صرفه‌جویی کنیم. باشه، به نظر که تمیز میاد. اگه خواستی بخوابی در قفل کن، فهمیدی؟ میری بیرون؟ یه کارایی دارم که باید انجام بدم. اوز منو تنها نذار. بچه بازی ران انداز تو رو خدا. لطفاً. کار دارم عزیزم، کار دارم. خب الان کجا میخوای بری؟ نرو پیش یامان، تو درد سر میفتی. خواهش میکنم اوز. تو نگران نباش، برو استراحت کن. پس دیر نیا یا زود برگرد. باشه. تاکسی خالیه؟ بفرمایید داداش، خالیه. بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم. خب دیگه عزیزم، خیلی ممنونم به خاطر دوستیت، به خاطر رفاقتت، به خاطر مادریت، برای همه چی ممنونم. چی میگی؟ یه جوری میگه انگار قراره تا ابد همدیگه رو نبینیم. میام اونجا پیشت میمونم. قدمت رو چشم. فکرت؟ میخوای منم باهات بیام؟ من بیشتر از تو میترسم، اما اگه بخوای باهات میام. نه ممنون. یکی دیگه هم هست. شوکت زود باش پسرم. شما که لباس کفش مردونه نداری آبجی، واسه لباس زنونه پول نمیدم. مگه کسی از تو پول خواست؟ مجانی میدیشون؟ نه براشون پولم میگیرم. چرت و پرت نگو فرخونده. خب دیگه آقا، بردار اینا رو ببر، میخوای بفروش، میخوای بده به یه محتاج. آخه اینا رو کی میخره؟ اونو ولش کن. این مال منه. نکن لیلا. لیلا چی شده بابا؟ اینو درش بیار لیلا. بدش به من عزیزم، مال خودمه، به کسی نمیدمش، مال منه. لیلا وایسا. مال منه. خب دیگه برو برو ببرشو.
جا اعصابمون خورده، شما تشریف میبرین گردش. میگن سخت‌تر از ناحقی دیدن ناحقی کردنه، همینطوره. من مقصر بودم اما تو رو مقصر کردم. گفتم تو هم تقصیرکار بودی. وقتی کسی عصبانیه اصلا متوجه نمیشه آتش خشمشو کی روشن کرده. هر کی نزدیکش باشه اول اونو میسوزونه. کسی که بیشتر دوستش داره چون میدونه اون بیشتر از همه دردشو میفهمه، اون غمخوارش میشه، آتیششو خاموش میکنه. میدونه که اونو میبخشه. تو سکوت نکردی فکرت، با چشمات با هم حرف میزدی، ولی من متوجه نبودم. اما فهمیدم که سکوتت چه حرفا که به آدم نمیزنه. چرا نگام نمی کنی فکرت؟ نمیخوای بام حرف بزنی؟ آقای اوز، اینجا چی کار داری؟ با چه روی اومدی؟ چرا این کارو کردی؟ اختلاس مختلاس چیه؟ چه خبره؟ دستت رو شده. فهمیدم چطوری دورم زدی. این که به هم خیانت کردی، منو دورم زدی، همه چی رو، همشو فهمیدم، همشو. چی میدونی؟ بگو ما هم بدونی. مسخره بازی رو تموم کن، بی خیال. تو داری بی خودی منو متهم میکنی؟ آره، چون تو یه آدم بی خودی. دهنتو ببند. فریبم دادی، بازیم دادی، اما دیگه چشمامو باز کردم، همه چیو میدونم.
اونایی که میگفتن مراقبت باشم حق داشتن. کلی مدرک علیه تو دستم دارم. همه یه چیزایی که از من گرفتی و پس میگیرم، همشو. همین الانم بخوام میتونم حالتو بگیرم، اما نمیخوام اینطوری رفتار کنم. میخوام مثل آدم از راه قانونیش مشکلمو باهات حل کنم. تو دادگاه حساب پس میدی، تو یه دوزی، اونجا میبینمت. من مثل خر واسط کار کردم، پول رو پولت آوردم، از صدقه سر من کارت گرفت. آره برداشتم، انکار نمی کنم، اما به تو هم منفعت رسوندم. خدا ازت راضی باشه. باشه، فهمیدم. چی؟ چی میخوای تا دست از سرم برداری؟ تو چه آدم زبون نفهمی هستی؟ برو بیرون. ببین بعدن به ضررت میشه ها، تو هنوز منو نشناختی؟ منو تهدید میکنی؟ اونشو نمیدونم. گم شو. تو اصلا میفهمی به کی چی میگی؟ گفتم گم شو. نگهبان. نگهبان. شکایت رو پس میگیری وگرنه نابودت میکنم، فهمیدی؟ برم کن. گفتم برم کن. نگهبان، بیاین این بچه رو ببری بیرون. برو بیرون. آقای فرم کنین. آقای عز بیاین. نابودت میکنم، فرم کنین. دیگه اینجا راش ندین. اونایی که میگفتن مراقبت باشم حق داشتن. یعنی نمیترسی برم حرف بزنم؟ همه چیزو بدونن؟ آره؟ تمام تله‌هایی رو که گذاشته بودی خونسا کردم، حالا قوی تر شدم، نیخم و محکم تر کوبیدم، دیگه نمیتونی به هم ضرر برسونی. یعنی میگی تا همینجا دیگه؟ متاسفم. منم. هر وقت شما داداش این... تو هنوز نرفتی؟ گفتم حالا که اومدم احوال یمان خانم بپرسم. خب دیگه میبینم اتون، خود نگهد. به سلامت فرمان. فرصتش هم از دست داد، دیگه نمیتونه بره برای دانشگاه کنکور بده. فکر میکنه میتونه ادامه بده، قبول نمیکنه، میگه دوباره امتحان میدم. تلفن داره زنگ میزنه. الو. زیر سر تو بود نه؟ تو کردی، کار تو بوده. نمیفهمم چیو. تلافیشو سر در میارم، از این به بعد باید از من بترسی، حواست باشه. چرت نگو. از من بترس. چی شده؟ هیچی. کی بود؟ اشتباه گرفته بود. بده ببینم. شوکت. یه لحظه، این مرتیکه با تو چیکار داره ها؟ واسه چی هنوز باش حرف میزنی؟ چرا؟ اون نبود، نجلا. نجلا با تلفن اون زنگ زده بود. بابام گفت دیگه اسمشم نگیری. برای چی جواب میدی و باش حرف میزنی؟ حرف نزدم شوکت، قطع کردم. ما پاکش کردیم، تو هم پاک میکنی. شمارش هم همینطور. فرخنده دیگه نبینم ها، خیلی جدی دارم بهت میگم، اخطاره ها، اخطار دادم. باشه عزیزم، ناراحت نشو، دیگه جواب نمیدم. خدا. بفرمایی. کجایی تو دختر؟ چرا چند روزه نمیای دانشگاه؟ یه کمی مریضم، سرما خوردم. بلا دور باشه، بذار به هدیه خبر خوب بدم حالت خوب بشه. از واحد کارگاه نمره ای مثبت گرفتی. چی داری میگی تو؟ واقعا میگی؟ به خدا توی لیست نمره ها دیدم نجلا تکین ای مثبت گرفته. واقعا خیلی برات خوشحالم. راستی یه چیز دیگه، به خاطر کلاس دیروز ناراحت نباش، استاد نیومد، تشکیل نشد. بیشتر واسه اون زنگ زدم.
آها، پس کی قراره تشکیل شه؟ فردا. ببین کی اومده. کی؟ نامزدت، بیا حرف بزن. الو، نجلا؟ مامان، من اومدم. خوش اومدی دخترم. خسته نباشی. ممنون. خیر باشه. اینجا رو که تازه تمیز کرده بودی. راستش اینقدر اعصابم خورد بود کل خونه رو دوباره تمیز کردم. واسه اینکه فکر نکنم واسه خودم کار درست کردم. چی کار کنم؟ بالاخره رفتین؟ عقد کردن؟ آها. چی بگم؟ مبارک باشه. انشالله. چطوری بود؟ آبجی فکرت هیجان داشت؟ نه تو بپرس نه من بگم. دلم براش کباب شد صدف. نگو. وقتی من اینجوری آتیش گرفتم خدا میدونه باباش چه حالی میخواد بشه. بهشون گفته؟ نمیدونم. جرأت ندارم یه زنگ بزنم سوال کنم. حتی از ترسم از پنجرم نگاه نمی کنم. خب برو لباساتو عوض کن یکم استراحت کن عزیزم. بیا عزیزم بریم تو. عزیزم سردت شده، دستات مثل یخ شده. سردم نیست، پالتوم تنمه، سردم نیست. شاکت بیا خواهرتو ببر بسرم، ببرش یکم بخوابه. بیا عزیزم. شاکت کمک میخوای؟ داره بدتر میشه؟ نپرس، حرفای بی ربط میزنه. این پالتو رو هم گرفته ولش نمیکنه. مامان فقط با دارو نمیشه، باید کمکش کنیم. خدای نکرده کارش به بیمارستان میکشه ها. ای خدا، دارم تخمرک میشم. تا غذا حاضر بشه یه سر برم پیش نایر خانم، شاید یکم حالم بهتر بشه. شما هم شدی مثل فکرت ها؟ چقدر زود همه چی رو فراموش کردین. چی میگی فرخونده؟ همه چی چیه؟ مقصر ما بودیم. اون نشون داد چه زن رو راستیه. اون برامون یه دوست واقعیه. به خدا دیگه با دوستم در نمیافتم. گفته باشم. باشه نیافتین. بیا. اونجا هیچی نیست. میخوام ببینم. تموم شد؟ حالا بریم؟ اینجا میخوابم. اینجا نمیشه لیلا جان، اینجا وسایل خواب نیست. نباشه. دیگه چشمتو ببند. یه ساعت دیگه بیدارم کن. میخوام برم خونه. من خودم میبرمت، نگران نباش. میخوام لباسامو بردارم، کتابای تستم هم میخوام، واسه کنکوره میخوام درس بخونم. لیلا کنکور گذشته، دیگه این بار نمیتونی.
من امسال باید برم. میتونم، همه خوشحال میشن، همه به هم افتخار میکنن. باشه عزیزم، دیگه بخواب. خوابم نمیاد، حرف بزنی؟ باشه، از چی حرف بزنی؟ از بچگیمون، از نوزادی. یادت میاد داداش؟ مگه میشه یادم نیاد؟ وقتی من دنیا آمدم خوشحال شدین؟ اونم چه جور؟ بابام که ذوق داشت، همه شعر میخوند، میگفت لیلا لیلا دختر چشماهو. مامانم منو دوست داشت. وای وای اگه میدیدی، میگفت این دختر خیلی خوشگل میشه، کلی دلبری میکنه. اما دل هیچ کسو نبردم، دلمو شکستم، بد جوری شکستم. درو باز کن صدف. باشه. خاله خیریه؟ مامانت کجاست؟ بفرمایین، شما بشینین، من صداش میکنم. مامان. کی بود؟ خاله خیریه. حتما آبجی فکرتو فهمیده. میگه به ما نگفته کار درست کردی. آخ، حتما از دستم ناراحت شده. خوش اومدی. خیلی خوش اومدم، خیلی. خدایا این چه خاکی بود به سرمون شد. دخترم برو یه قهوه برامون درست کن، برو دخترم. نمیخوام، نیومدم قهوه بخورم. دختر دیوونه شده، کلن دیوونه شده، معلوم بود اینجوری میشه. میدونم که الان هرچی بگم آرومت نمیکنه، میدونم، اما شاید اینجوری برای همه بهتر باشه، کسی چه میدونه؟ این چیش خوبه؟ داری با من شوخی میکنی نایر جون؟ میگم دختر عقلش از دست داده، خدا باعث بانیشو نابود کنه، روز خوش نبینه ایشالله. آخه خودش گفت نگم، چی کار میکردم خواهر جون؟ والا به خدا منو قسمم داد. ببین صدف شاهده، خیلی سعی کردم منصرفش کنم، گفتم دست بردار، گفتم من این وسط بده میشم، اما گوش نکرد. کی؟ فکرت. فکرت چی شده؟ وای نمیدونسته. چیو؟ من قهوه درست کنم. نایر خانم، چی ازم پنهون میکنی؟ بگو ببینم. به خدا این دفعه دیگه تا آخر عمر اسم تو نمیارم. بگو. من پیش تو خودم رو خیلی مقصر میدونم. به خاطر من از نامزدت جدا شدی، انگشتر تو پس دادی، فقط با یه حرف من. سلیمو به خاطر کاری که نکرده بود مقصر دونستم، فقط به خاطر کار خانوادهش نخواستم بیا تو خانواده ما، نخواستم. تو امرو حرفم حرف نزدی،
فقط به خاطر من. فکر میکردم بهت گفته، به خدا میخواست بگی، به من که اینجوری گفت. اگه میدونستم که نمیدونی، حتما علیرضا خانم نمیدونه. ای وای خدایا چی کار کنم؟